هیست بچه حرف نزن. بچه میخوایی خان داداشت دست با چه بشه طول بکنه؟ خودم یه جوری حالیشو میکنم که نترسن. اتفاقی افتاده ماشرایم؟ چه نشسته این مرد؟ بابات دارد میمیره. زبونم لال، زبونم لال. چی؟ باز حالش بد شده؟ نه از اون بداش، قربونت برم. بدی. بچه خبری بدو این طور میدن که طرف هول نکنه. یاد گرفتی؟ حالا بیا بریم. سلام پدر. منم سلام. چطورین آقا؟ خدا بد نده. عباد الله پسرم، چقدر دلم میخواست بچه تو و عروسم مرجان رو ببینم. اینقدر وقتی نمونده پدر، انشالله تو دامن خودت بزرگ میشه. نه من دیگه رفتنی هستم پسرم. خب راهی است که همه باید برن، منتها یه خورده دیر و زود داره. بله دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز نداره. وای خاک به سرمون شد، اربابمون رفتنیه. از کجا میدونی؟ بچه یا بعدی صد سال عمر ما هنوز نمیدونیم کی رفتنیه است کی نرفتنیه. برو تابوت رو خبر کن. خب اومدی با تموم نکرد. اگه تموم نکرد خودتو تو تابوت میخوابونم. میگه میذارم آبرود بره. بچه یا بدو میزه باقی. چیه؟ چی میگوی آرزو؟ میزه باقی نصیر خونه؟ باباش حالش به هم خورده، نصیر خونه نیست. برو تنها بازی کن. چرا خونه نیست؟ الان خودم پشت پنجره دیدمش. دروغ گو. عباد الله بسرم، نصیر برادر کوچیکو به دست تو بسپرم. وقت زیاده پدر، وقت زیاد. نه من دیگه رفتنیم بسر جون. مرجان خون، آقا بزرگ دارید خونه روشن میکنه. من رفتم دنبالی آکتور به تو کفن و دم. حرف بزن. گریه نکن نصیر جون، تو خوب نیست اینجا بیشینی. برو تو حیات، آرزو داره دنبالت میگرده. دو سال آزگاره که بازوبند پهلوانیم پیش عیاض خان گروه. چی میگی پدر؟ بازوبند پهلوانیت گروه؟ گروه 5000 تومان پول. گروه 5000 تومان پول، اونم پیش عیاض خان؟ اون وقت تو هنوز عروسی نکرده بودی پسرم. آخه من که نمارده بودم پدر. اما یادم باب روی احتیاج به پول داشت. اون اومد پیش من رو انداخت. باید هر جور بود کارشو را مینداختم. حالا نزد دارم که بازوبند و پیشکش امام قریب از زیر سنگم که شده پول پیدا میکنم و بازوبند پهلوانی تو ازش میگیرم پدر. خدا پیرت کنه پسرم. بعد من این خونه رو هیچ وقت از دست ندم. نصیر برادر تو توی این خونه دومادش. قلوم میشم پدر، قلوم میشم. بازوبندم هم از عیاض خان بگیر ببر خراسون، به نیت من پیشکش امام کن. بگو ما کمترین بنده ی درگاهتیم. چی شده نصیر؟ چرا گریه میکنی؟ بابا بسالش بد شده؟ آره میرزا باقر میگفت این دفعه دیگه کارش تمومه. من دارم بی بابا میشم. گریه نکن نصیر جون، منم مثل تو بابا ندارم. مادرم میگه بابام رفته بهش. راستی آدم چجوری میره بهش؟ میگن آدم بال در میاره و به آسمونا پرواز میکنه. بیا پیبام، اگه زبون نمی فهمی. اوه چرا این زبون بدتر اینقدر تیخش میزنی؟ گناه هست تو رو سرنم، اختیار علاقه ما دارم. دلا مستب این سیخه. خب باشه بی پدر میگه باشه. حالا به خودت فرو میکنم تا ببینی چه مرزه ای داره. وای اگه مرز داری چرا میزنی؟ درد دومه. آره به اینم دردش میاد، منتها حیوانی زبون ندارد که بگید. بارش هم سنگینست. حالا میخوایی مثل آهو بدوه؟ آره یه جلو ببینم دلاشو تا بهت بگم. بزن یکم بذارم این ورد، حالا بارش سبک میشه. حالا چی دستور میدید عیاض خان؟ خلاصه من مفلسم ندارم، زن و بچم گشنن، تو کت من یکی نمیره. اگه تا فردا تموم قرض منو داد که داد،
اگه نداد واسه خونش اجاییه صادر کنین و عطا عیالو بیزین بیرون. چشم آیاز خان. ای پدر نامردی نزول خور. خدا قربونی سرم بری الهی دورم بگردی. خب چی میخوای داشت باقه؟ والا عبادالله خان میخواد شما را ببینید. البته بعدنم کفارشو میپردازه دا. عبادالله چه عجب به یاد ما افتاده. گرفتار عزاداری بود. به جون خودش نباشد شما را کفن کردم. تا پیروز که شبی هفتی پدرش تموم شد فرصت نداشت ترشو بخورم. خب حالا بعد از مرگ آقا بزرگ بی پیش خودم کار کن. زونخونه داریرم بز کنم. چه بیتر؟ فقط قرض تا بیخی گلومو گرفته. اگه یک گشایشی تو کارم پیدا بشه دا دل میکنم میام پیشت آقایی دا میکنم تو بیمیری به مرگی موت به چه یا؟ باور نداری؟ میخوای یه دور دورت بگردم که باور کنی؟ بیا اینم یه دور. الهی که در پس پیش مرگی هیکلم بشی. خلاصه کاراتو روبرا کنه و بیا پیش خودم. عیاض خان شما دم ما رو ببین باقیش درست میشه. حالا عبادالله با ما چی کار داره؟ خب معلوم است دیگه، میخواد 5,000 تومن قرضی باباشو بده. دهنتو آب بکش، 5,000 تومن نیست و 50,000 تومنه. اما پدرم دم مرگ با زبون خودش گفت 5,000 تومن بده کاره. من دروغ میگم، سند که دروغ نمیگه. بیا این رو نوشته سند، 50,000 تومن بده ایشه، ماهی هم 1,000 تومن نزولش میشه، اون اثر انگشت بابات، اینم مهر مخصوص بده ببینم. به حال خودش است تو میری. هم 5,000 تومن نوشته است هم مایی 1,000 تومن نزولش ها. خیلی هم عادلانه است جونی دای. مرد حسابی اون خدا بیامر سواد نداشته که بفهمه پای چی رو داره انگشت میزنه. درسانی اون پروون بوده ارز و آبرو این شهر. هره دروغ و دغل نبود. ما که من هستم. عیاض خان این خط و این نشون این موزیگری کرده باشی و کلا سر اون پیر مرد بیچاره گشته باشی یا فای به حالت. فعلا که ما سواره ایم و تو پیاده. بیا تو بغلم بخ دارم. بالاخره یه هم پنچر میشی و زبونم لال فکتی باده در میره. بده من گفتم زبونم لال. عیاض خودش میدونه که من باش ندارم. قرارست بیام پیشش آقایشو بکنم. به چه یا؟ حالا اگه باور نداری یه دور دورت میگردم تا به ثابت بشد ما شیله پیله تو کارمون نیست. خدا عبادالله خان بیا کار تمومه. سندشو ازش دزدیدم دیگه، چیزی تو دستش نیست، حرفش هم به جایی نمیرسه. بندازش دور. کجا این سنده؟ سنده بندازش دور. اون رو نوشته سند اصلی پیش خودشو مرد. پس دزدی ناشی به کادون زده. عیاض خان، عیاض خان بیا که فداکاریو برات تموم کردم. سندی 50,000 تومن و عبادالله خان کش رفته بود، منم ازش کف رفتم. حق و حساب ما رو بده ببینی. با اجازتون خودم ور میدارم. دیدی چی تو سند رو میخواد تو هم ببره؟ ما قانه ایم زیادتر از اینم نمیخواد. خدا حافظ. راستی عیاض خان امشب شب جمعه است، تو قهوه نقد میگم. یه سری به ما بزن، یه نقد برات بگم که با لبات بازی بکنه. خدا حافظ عیاض خان. قربونم بری دایی جون. قربونم بری عیاض خان. از یادت نره عیاض خان. اگه اشتباه نکنم اختلاف تو با خانواده آق بزرگ سر پول و این حرفا نیست. آره درست فهمیدی. مگه خاطرت نیست من تو عمرم فقط یه دفعه با جون و دل خاطر خواه شدم، اما شانس با هم نبود. مرجانو میگی؟ آره اون حال زن عبادالله است، چراغ خانواده شه. واسه همینه که هیچ وقت دلم با این صاف نمیشه. عوضش تنها افتخار خانوادشونو که بازوبند پهلوانی آقا بزرگه هچنگشون در آوردم. و اما خان اول دیو سفید هر رامزاده میدان را خالی از تهمتندی گرد خاک را هنداد تک تازی ها کرد قلیان را بر گوشه لب گذاشت حالا پک دزن و کی پک بزن. مگر دیو سفیدم قلیان میکشید برادر؟ چرا نمیکشید خواهر؟ حالا که کشیده است. بله دیو سفید هر رامزاده هم اینی بعضی آدم های حرومزاده این دور و زمونه که لعنت خدا و خلق خدا بر هر چی آدم شیرین ها پات خورده است لعنت بشمار. بلند بگون بشمار. و اما بشنوید از مرد مردان یل سیستان نیر اعظم آفتاب سفید دم خداوند رخش رستم تاج بخش منزل به منزل تیه منازل مولا یار پهلوان. دمت گرم باشه پهلوان. آمد و آمد و آمد تا رسید تو قهوه خونه. داشت بغرون داره که قهوه خونه نبوده. چرا نبوده؟ خوبم بوده. پس مردم کجا چای میخوردن؟ القصه
رستم دستان نگاهی به دیو سفید حرام زاده انداخت که اون شیر ناپاس خورده از وحشت بر خود لرزید و شلوارش خیلید. دیو لاکردار به فکر فرو رفت که چه کند چه نکند. معلومه چه چرت و پرتی به هم میبافی؟ عیاض خان تو که میدونی ما شیله پیله تو کارمون نیست. جادم رو تخم چشمی ماست. میگوی نه؟ میخوای یه دور دورت بگردم تا باورت بشه؟ دعی رو حاضرش کن. بیا اینم یه دور دعی رو بده ببینم. زود باش معطلش نشو. این که پنجیه. خب نیم دور طلب ما. ما یه دعی میسونیم یه دور میگردیم. این نرخمونه. اما فرشته زدر آید. اومده بودی پاسگاه با من خیلی داشتی. شما خیلی با مرگون افتدارم داد خوردی. خبر داری قرضش با یاد چقدره؟ آره برا من در دل کرده بود. همیشه میگفت قرضش 5000 تومانه. اما یاز دایی 50000 تومان میشنیدم. اینجور که پیداست از بیسوادی پدر سو استفاده کرده. پدرت هم ندونسته پای سند و انگوش داده. خب حالا چه کار میتونم بکنم؟ بازوان پهلوانیش گیروه وصیت کرده پیشکش امام میکنم. بدبختانه اون سند 50000 تومانی تو دستشه. باید یه جوری باش کنار بیاری. چه گفتت برو دست رستم ببند. هر اون کس که گفته بریشش بخند. ببخشید نبردن برا دست چرخ بلند. من آنم که رستم بود پهلوان. کجا پهلوان؟ کارت بکن آی به چشم. صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمن. بر اثر صبر نوبت ظفر آید. اگه از عبادالله طلاق بگیری تموم قرض میبخشم. بازو بندم پس میدم. گورتو گم کن. اگه عبادالله سر برسه زندت نمیذاره. خواهد کنشون نگش مرد رو کنه. بلش کن. خدا مرگم بگیش. نه چرا خدا بس کنی؟ باید حساب این نامرد رو برسیم. سگ کثیف حقتو میذارم کف دستت. به بچه‌مون رحم کن. خیلی خوب باشه رحم که میرسی. نه دیگه نمیتونم وجودش رو تحمل کنم. آدمش میکنم عیاض خان. اگه کلکشو بکنی دیگه دیواری بین من و مرجان وجود نداره. بیا این الان حساب داشته باش تا بعد. خیلی وقت پول و پله حسابی گیرم نیومده بود. سلام. نوش زودتر را بیفت. کجا میتونم پیداش کنم؟ مسجد سر گذر. چی میخوای؟ نمازت قبول عباد الله. تو کی هستی؟ من اسرائیل هستم. بلند شو برو پیکار جوجه. این چه کاری بود کردی برادر؟ پیشونی نوشتم بود سرکار. سلام نصیر. سلام رسول. آخدادشو تو آزاد نکردن؟ هنوز نه. از کی آزاد؟ کارش بیخ داشته باشه سرکار جون؟ متاسفانه بله. مرجا ایبا خواهده داشت. گریه نکنی نمیتونم ببینم. تو را خدا گریه برمونتم سرکار میتونم چند دقیقه؟ البته برادر. داشت بازه منو دارن میبرن. طوری نیست. از بخت بد هیچ مدرکی ندارم که ثابت کنم پای عیاض در میدونم. خدا میدونه تا چند سال باز دوری شما رو تحمل کنم.
حالا تکلیف ما چی میشه؟ وقتی بچه‌مون به دنیا بیاد، وقتی به زبون اومد باباشو خواست، چه جوابی بهش بدم؟ جگرم خونه مرجان، دیگه نمک رو زخمم نریز. بابا طوری نیست. نه داش باقر، حالا ها گیر. خدا کریمه. اول خدا بعدش تو. منظورم اینه که زنم و داش کوچیکم تو این شهر غریبه. مرد بالا سرشون نیست. بی سرپرست میمونه. تا قیومی قیومت مثل خارم ازش نگهداری میکنم. نصیرم اصلا داداش خوندن بوده. اینا سلا نیست اون شهر بمونم. ایاز نامردو که میشناسی؟ ملتفتم، میبرمشون اصفهان، شهری خودم. من از این شهر هیچ جا نمیرم. گفتم مصلحت نیست تو خرم آباد بمونی. مرجان همراهش برو، به مرشد پیغام میدم داخل زورخونه بابامونو برات بفرسته. نمیخواد پول بفرستی. من تو اصفهان کس و کار دارم، آباجی دارم، فامیل دارم. نه لنگ میمونن، نه تنها، هر چی تو خرم آباد بهشون بد گذشته است، عوضش تو اصفهان بهشون محبت میکنن. رابی برادر، وقت تنگه. خدا حافظ سرکار جون، زحمت تون دارم، ببخش. خدا خدا باقری علی، بسم کاغذ بده و از احوالش منو باقر. اونو چشم، چشم. بسست دیگه. خدا پشت و پناه. ایشالله سلامت به دنیا برد، قدمش سبک باشه. حرکت کن. خدا حافظ برادر. خدا حافظ. کجا میری بچه؟ برگرد برگرد بابا، بچه برگرد. یعنی چه؟ اووردمش اووردمش. بله ناراحت نباشه. نه بابا پسری خوبی است، گریه نمی کنه. راستی سرکار جون کجا بردنش؟ آدرسش کجاست؟ بعد از اینکه جرمش ثابت شد همینجا تو قلعه فلک و لفلاک زندانی میشه. فارغ شد؟ آره. الحمدلله. بگو ببینم نصیر. خب باریکلا. وایسا ببینم، وایسا ببینم نصیر، بگو ببینم چی چی دایده. پسر. عوض من پیش میشون. از بخت بعد درست بزنه جگر گوشه ی آدم وقتی به دنیا بیاد که اون تو زندون باشه. دلم داره میسوزه و پرپر میزنه. از دوری شماها، از غم و غصه های جور با جور. حالا چه ریختی این دل صاب مرده بار این همه غم و غصه رو میکشه فکریم. غصه من از بازی روزگار مرجان، غصه من از دوری توه، از دوری نصیره، از دوری بچمه. قلو میره میگم، اما چه کنم، پیشونی نوشتم با سوخت و ساخت، یعنی تحمل میکنم چون باز تقاس پس بدم تا بعدها بتونم با وجدان آسوده زندگی بکنم. عباد تو. دگریه نکن مرجان خانوم، خدا رو شکر که تنش صحیح و سالمه. اینم کاغذش، بو کن ببین بو خودشو میده. واسه زن به چه دل واپس نباش عباد الله خان، من اینجا با معرکه گیری و نقال و کارهای دیگه انقدر پول در میارم که بهشون بد نگذره. خلاصه تو اصفهان زندگیمون راحته. درسته که بدونی تو دلی خوشی نداری، اما باید کلی دعاگوت باشم برای اینکه باعث شدی من برای یه مدتی برگردم تو دیاری خود. چند روز پیش تو صورت قلومی دو زده بود. اولش دلواپس شدم و خیال میکردم آبل مرمون باشه، اما وقتی بردمش حکیم گفت گرمش کرده. جات خالی بچه‌مون حالا دیگه منو نصیرو میشناسه. نمیدونی چقدر به خودت شباهت داره، خصوص وقتی که نگاه میکنه. خلاصه زندگیمون میگذره برای اینکه یه کمک خرجیم داشته باشم. روزا تو خونه قالیبافی میکنم. آخه هفته پیش یک کاغذ از مرشد زورخونه داشتم که نوشته بود ایاز خان سندشو گذاشته اجرا و زورخونه پدرمونو ضبط کرده. نو مرد نالوتی. راستی شب جمعه این هفته قلومی رو ختنش میکنی، براش مجلس ختنه سرونم میگیری. مبارک و مبارک، مبارک و مبارک، همه یه بگید مبارک. مبارک و مبارک. تو کی هستی؟ شرم
السلام گل گلاب، از کجا میای؟ از اون دور مورا. به کجا میری؟ به اون دور مورا. پس مبارک باشی، هر روز میای همه همینجا. مبارک گلومی گریه نکن، سرا میبارند. گوش بده، اسمت چیه؟ بنده خدا اموری جان. غریبی؟ تو شهر شما؟ بله. پس مبارک و مبارک، مبارک و مبارک، همه گی بگید گلومی. مبارک و مبارک، همه گی بگید مبارک، مبارک. امیرزا، بله استاد. ببینین تازه وارد چی کار داره؟ بله، مگه نشنفتی جواب بده؟ خیلی خوب، من از بخت بد روزگار می نالم. به هر کجا که روی آسمون همین رنگه. چه کنم، چارم ناچاره. صحیح، بگو چرا؟ برادرم پهلوان تو سیاه چار گرفتاره، تلسم دیو دو سره. حالا دنبال دیو دو سر میگردم که تلسم پهلوانو بشکره و برادرمو از سیاه چار آزاد کنه. بس مبارک، من برم بکرم. مخلصشم هستم، مخلصشم هستم. بچه قلومی، قلومی، بذار ببینم کجا دا باریدن. آخ آخ آخ، این که مثل دیگری زلیخا شلاشه. اهای سیاهی، اهای سفده. کسی منه احضار که؟ من خودم توی احضار که کردم. تو کی هستی؟ من داشت پهلوانم. کدوم پهلوان؟ همون که تو سیاه چرگیری گرفتاره. تو که بچه بودی؟ حالا گنده شدم. به این زودی؟ واسه تو زوده، اما واسه من به اندازه ی عمره. حالا از من چه میخوای؟ میخوام ببینم پهلوانو کی از سیاه چرگ داده در میاره. دست من که دیست، اخ جو. نامرد راست بگو، دروغ بگو. مگه مرز داره دستانه که ماهر سرم باز میزر خونه؟ کی؟ اون که از چشم همه مخفیه، باش اون بخواد، باش آقا نسی، کجایی بابا؟ در بزر داشت باقی گردم ناشرتم، قلومی میخواست خیمه شب بازیونی اردمش اینجا. خربوزه یه گارگانه. باز چه خربوزه خریده؟ اینقدر خربوزه نخور بچه، باز دیشب جاهاشو خیز کرده بود. ناسوگه دیشب کار من نبوده، بارون اومده بود تو رخت خوابم. بارون فقط تو رخت خوابی تو میام؟ آره، یه تیکه اف با من لجه شبا میاد رخت خواب منو خیز میکنه در میاد. هی کسافت کاری بکن بزا سری اف. او چیه تو دست داشت؟ آغازی آق داده شده. آغازی بابامه پچه رو لاشده. خفه نامه آق داشت همه برش ببینه. خوبیش به زند داشت. بابا بایی کنه. بیا که نومه آق داشتم اومده. آغازی آق الان واسه تون این بلبل میخونمش. بگو دیگه. بدن بریش تفیدی خونه واده تا برادون بخونه. بعد از عرض سلام، سلامتی عمه شما را خواستارم. عمه کیه؟ ما که عمه نداریم. لابد خاطری نیست، خاله اشتباه کرد. ما که خاله نداری. چرا نداری؟ آشی کشکی خاله دست، بخوری پادست، نخوری پادست. بعد از عرض سلام، سلامتی همه شما را خواستارم. همه؟ غلط، یه غلط داشتم، خاک بر سر خونه واده. باری خب بعد از باری، بعد از باری لابد سواری. باری جویای حالم باشین، به حمدالله سلامتی برقرار است و ملالی نیست جز دوری قبض حضورتان. بی سواد فیض حضورتان. فیض حضور؟ آره فیض بزرگی خونواده خید کاش کاش بر سرم این دو غلط. باری باری باز که رسیدی به باری، خوبه سرستم به گاری. باری شماها حرکت کنین، بیان شهر خودمون خورم آباد. من اولی ربیول اول آزاد میشم. آره با مدایده نمشته اولی ربیول اول آزاد میشم. چهار پنج روز دیگه. آره چهار پنج روز دیگه. باری 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 تو سرت بخور، من رفتم بلیط اتوبوس بخرم. با خودشون نبودن
تو سر نوشتم، عاشق شدم رو برد خود اسم اونا نوشتم، عاشق شدم نمیدونستم عاشقی جنونه، آدم میشه در به در و دیوونه زمونه، عاشق شدم نمیدونستم عاشقی جنونه، آدم میشه در به در و دیوونه زمونه. عاشق شدم نمیدونستم عاشقی جنونه، آدم میشه در به در و دیوونه زمونه. گاراش تا اینجا آوردین آقای درشتی چی؟ برم بسته درد ندیده تیگره ده برم. خیلی ممنون. خب بفرمایید پایین یه چای چیزی بخورین. سلامت بشین. چند میشه ترایمون؟ بیسه هفیزاره دنکه ده شه دیگه برای چی چیه؟ عوارزشه؟ به یه درشت که لکنته ایم بر نصیر. نصیر؟ آره خودم هم. وای خدای من، مادر خودم میام. بیا بالا. مرجان خانم برگشتی.
خوش آمدی. بله کن مرچه. به به تو ای داشت بخیر. آره. این همه سال کجا بودی؟ رفته بودم اسفان یه دیداری تازه کنم. خوش گذشته باشه. بله الحمدلله خوش گذشته. مرشد مثل این که نصیر رو نشناختیش. پسر آقا بزرگه. همون کوچولوه؟ آره پسر آقا بزرگه. بفرمایید خیلی خوش اومدید. قدم به روی چش. قربون شما مرشد. مرشد عکس بابام کو؟ عیاض خان دستور داد ورش دارن. الان سال هاست که زورخونه مال عیاض خانه. عیاض خان اومد برو سر کاره. سامانه خوش آمدین. حتما چاییدی؟ ای زور گردن کلافتیه دیگه. بلند شو بینم. اینطوری راحت ترم. کی هستی تو بچه؟ تو کی هستی گنده؟ پس بگو چرا دامده تکون ندادی عیاض خان؟ من هم باقرم هم بیقر. اینم پسر آقا بزرگه آقا نصیر. آقا داداشم هم شنبه آزاد میشه. که اینطور؟ اره کدومطور؟ به چه یا؟ اگه دلخوری میخوای یه دور دارت بگردن؟ نه میترسم سردید کنه نه کسی از خود راضی. عیاض خان اجازه بده. دردی بیدرمونه عیاض خان. نه 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 داشت باقر اینجا کنار این گود مقدس جاش نی. فرصت بسیاره. اما این عمرش کوتاست. به قدی درازش نگاه نکن عمرش کوتاست تو بمیری. به چه یا؟ بسه امروزش بسه. صفات و مرشد قربونم ایجی. چکی قربونم برین. برو کنار مغزی قلم ناکس یه مش جوجه موجه ریخت دستو رو برد. عیاض خان چه نشدی گوشمالیش اومده این؟ شما ها اونو نمیشناسی. اون پسر آقا بزرگ معروفه. باباش پهلوان زمونه بوده. این ورزشکارا زیر علم باباش سینه میزنن. اینجا جاش نبود خدمتش میرسم. سگی کی باشی؟ انگار این کوکبیه. کوکب خانم داش باقی لام نلیکو کجا اینجا کجا الهی که درد و بلات بخورت بالای کاسه ای سرم خدا نکنه. خب بگو بینم شوهر کرده ای با 10 ساله. پس به انتظاری من نموندی. اگه به انتظار تو میموندم گیسام سفید میشد. ای بی وفا به چه یا. خب شوهرت چی کاره الان؟ 7-8 سالی که زندون. زندون؟ زندون برای چی؟ آخه قاچاقچی بود گرفتنش الان زندونیه. خب ترقی کرده باری کلا. به چه مچه چی داری؟ یه دختر 3 ساله دارم. 3 ساله؟ بله. اگه شوهرت 8 ساله زندونست پس به چه 3 ساله رس کجا آورده؟ آخه شبای جمعه میرم زندون ملاقات. تو زندون؟ دست خوش بابا ترت رو دست نداره. اون جوونه کیه؟ به این پسر کوچیکه آقا بزرگه. برادرش عبادالله همین روزا آزاد میشه. ما 20 سال پیش این خانواده با وفا داریم کار می‌کنیم. ایوا ماشاءالله چقدر کشیده. خدا بیامرزه باباشون پهلوان این شهر. آره؟ میشناختمشون. اما اون وقتا من کوچیک بودم. دختره کیه؟ دختر ارباب. ارباب؟ بله. ارباب کیه؟ عیاض خان. عیاض خان؟ ها، عیاض خان. بیا بریم آقا نصیر. عیاض خان، بفرستش پیش عیاض خان. بی بریم فتنه خان. بی بریم. بیا بریم خوب نیست تو گذر. بیا بریم. چه جوونه برازنده ای چه یلی. جلو دل تو بگیر اون پسر آقا بزرگ عیاض خان میونه شماها یه دریا خون فاصله است. اما اگه من بخوام میتونم از این دریا شنا کنم و رد بشم. بیبی خانم اگه تو این چند ساله شما به درختامون آب نمیدادین الان اینجا صحرای کربلا بود. دار و درختامون همه میسوخت. آدم باید تو همسایگی به درد هم دیگه بخوره خواهر. سلام علیکم. داری آب صرف میکنی زنده داش. بیبی خانم خودتو معذب نکن. غریبه نیستم بردر شوهرم و داش واقعه. داش واقعه که اصلا داخل آدمیزاد نیست. راست میگید من جزی فرشتگانی آسمانی ام. عجب بابا. ریگ ننداز بچه. شیطونی چشت پیشه. بینید مشغول بشت معلومت ملتفتم. بله دست بسترش کنم. مرجان خانوم بفرمین تو یه با یه شیرنی چای چیزی برای ننه آرزو بیارین. بفرمین تو اتا خانوم جون. آخه این که رسمی همسایه داری نشد یه اون به این باخت چا آب داده مقیه چیزی نیم گل بخوره. بفرمین تو اتا خوش اومدین. بفرمین داشت بخیر داشت بخیر. چی چیه؟ با من کی؟ کی اون بالا با من کار داره؟ تو پشته بون کسی نی؟ هی وای برزات دهنت بچه زیر اومد سر دفعه بگم اینقدر خربزه نخور. زود باش بیا بیرون. حالا اون باز یه ساعت تو نوبت بس بیشینم. چه زود بیا بیرون.
گنجیش کردی یا تو گنجیش کردی اون بچه تو لونش افتاده اسپان بیا بینم زن بسته بیو 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 کت 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 برونی شکلی بیرم نوز نوز دیم بخی چرا پریدی؟ بیا 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 رفت لبی قلافه برم سراغش مرگیش من عاشقم دارم یاد بمبوله دا وای سلام از سب سرگردونم نکنده بیا میافتی تو حیات دست و پاک میشکنه بیا این طرف آی نازلی سلام تو دارم بیا چه گاز میگیره نوت نزن لام از کجا رفتی حیوان بیا بیا رفت تو کتونه بیا زیر پال بیرو بیا 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 ببین چی تو رو دست انداخته زیر گنجشگاه بیا بیا غلا بیا غلا آی جانم نازه دو برم کله دو برم شکل دو برم سینه دو برم قربونت برم نازی 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 چه گنجشگاه قشیه سلام نه علیکم سلام تو داش باقیری؟ نه خی من داش بیغیرم اجازه میدن بیام پایین میترسم بابام سر برسه هر وقت بابا سر میرسه بگو خواستگاه رو مده نمیشه خیلی عصبانی مزاجی جنسی به این خوبی رو که طالب داره نباید ترشی بندازه غلط میکنه عصبانی مزاج باشه من اومدم پایین غلط جدی آبادت میکنه نامر با چی هستی؟ اگه مردی بیا پایین تا بهت بگم که من کی هستم اگه تو مردی ضعیفه رو بفرستش بالا تو من بگم کی مرده در ثانی پا مرغت رو ببند همسایه رو دوز نکن به دختر من اهانت میکنی من به خودت هم اهانت میکنم اگه مردی باشی کی باشی باشی تا بهت بفهمونم یواش یواش شیش یارو یارو آره گو گو کجا رفت کجا رفت ندیدین شما کی کجا رفت یه دوز ناموس کلا بستر ندیدین شما من دیدم یکی از این ور در میرفت یک جفت ناموسم زده بود زیری بغلش های دوز ناموس دختری همسایه از من خوشش اومده بود باید یه دفعه دیگه برم سراغش ببین ببین فعلا برم سراغی ننه آرزو به پامش نیاد بالا رفتم سر پستم آره آره بیا بیرون یالا بچه زحمت نکشین من از راه پشت بودم خدافظ ننه آرزو بود نفهمیدم کجا رفت سب کو مینم ننه آرزو دیگه از پشت بون هرین چی بونه دونم آخه دیشب رو پشت بونی همسایه دوز اومده بود امنی ها گفتن هر کی رو پشت بون بیاد با گوله میزنندش بله راستی شما شوهر نمی کنی منو میگیره داشت باقر ادرایی بیا آخر امیه چه کاری دستی ما دادم دا ده بیا بیرون پوچیدم بچه آقا من از اولش هم این تو کاری نداشتم این پشت قایم شده بودم سر به سرت سر به سری من خود از دلیلت کنه مرغ عشق ها جفتش نباشه نمیده این که جفتش هم میخرم تا واسم نگهداری کنی فقط خیلی باید مواظب بشون باشی چطور؟ اگه یکیشون بمیره اون یکی هم زنده نمیمونه راست میگی؟ آره اگه آدم هم اینطور باشن دنیا بهشت میشه بعضی همینجور هستن مثلا همین زن داداش من عین یه مرغ عشقه که از جفتش جداش کرده باشن اگه با آزادی شوهرش که الان اون توه چشم ندوخته بود تا حالا صد دفعه مرده بود عجب روزگاریه خدا رو شکر داره به مرادش میرسه حالا عقدشت که آزاد میشه پس فردا یعنی روز شنبه چشاتو به من تا ما بریم قایم شیم با نکنه چشاتو کل خواب چه چه باچه جون ببینم توریت که نشده نه توریم نیست توریم نشده نه توریم نیست تو کی هستی؟ من یه بنده خدا اما تو کی هستی؟ منم یه بنده خدا خونت کجاست؟ تو همین کوچه بالاییه اما انگار تو مالی محلیستی درست فهمیدی من تقریبا تو این شهر غریبم پس میه من جلو پاتو نگاه کن غریبه
خدای شکر عباد من آزاد شد. بقیه کجا؟ نسی شده چیه زنداش؟ ببین کی اومده؟ منم برادر عباد الله. میگه عباد الله انگار جدا شده. آره برادر خودم هم آقا داداش برو داری پایین برو داری پایین نم حواست جمع باشه آقا نسیر لیز نخوری یه وقت آقا داداش نیستا بپا خواده داشته نوکرشم از این طرف نسیر خواده داشت سلام آقا داداشه بودشه یارتوباری به هم زدیه کوچیکتم خوانده داشت تا عمر دارم چطور شد امروز اومدی؟ قرار شد تو شنبه بیای ما واسه شنبه تدارک دیدیم. امروز شنبه تموم میشه. اما امشب چون شب جمعه بود مرخصم کردن که بیش زن و بچه‌ها. خدا رو شکر. عباد الله خان منو که میشناسی. میزا باقر ریش سفید خونه وادم. پهلوانم دست پرورده خودم. من نگیری چند ساله تمام زحمتا رو دوش تو بود. زحمت داشتم. مرجان. اختیار داری. قلومی کجا؟ قلومی هم لا تو کوچه پله چفته بازی می‌کنه. دنبال من یه خان داداش. بیا دنبالم. بگی ببینم بچه‌ها. حالا بچه هایی بپرینم بگیم بپر قلومه قلومه نگو 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 قاطی همین چهار پرش رو بچه هست بگیم میشتسیش خوب نگاه کن اونه که بیشتر سر و سری من میذاره کسی حرف نزنه خان داشت خودت باید پیداش کنی آخو من چجوره کن خوب نگاه کن من 15 سال آزگاره که دل تو دلم نیست واسه یه همچین روزی بگین کدوم یکیشون قلومه آش قلومه بابات ده باباته قلومه نگفتم بالاخره بابات میاد قلومی عباد الله خان خب پسریه فقط یه عیب کوچیک دارد که بعضی شبا تو رخت خوابش یه کارای بدبخت میکنه این دفعه اگه سر به سرم میذاری یا شب میام رخت خوابتو خیس میکنم تا آبروت بده ما خیس نکرده آبرو رفته بابا شورده والا ایوز کنه حالا مال داشتن دسته دسته میرفتن دیدنه که این تو این دوتا داداش زخمی هم علال خصوص کوچکه چند روز پیش که تو زورخونه ایدمش خیلی آتیشش تون بود پدر منظورت نصیر پسر آقا بزرگه چی؟ تو از کجا فهمیدی؟ دیروز پسر کوچکش رو سر گذر دیدم به نظر خیلی محجوب آروم میومد از کجا شناختیش که پسر آقا بزرگه؟ آقا من نگفتم همسایه ها میگفتن دیده نشنفم دورو برای اون خونه آدماش سخت شده باشی یا فهمیدی؟ چشم بابا دهقان اومدم جلال عباس زودتر حاضر شی باز بریم سراغ عباد الله این کار صلاح نیست عیاز خان چرا باز همه بدونن که عیاز خان از کسی ترس و واهمه‌ای نداره دود کشتم مرجان خانوم یه خورده اسفند دود کن بخیل زیادت یه وقت آشپز باشی تا چشم میزنن دا سلام علیکم داش باقه به سلام مشتک بر آقا خیلی خوش اومدین خونه خودتونه بفرمانی بر زنونه اسم بر مردونه مثل همون زنونه و مردونش کردین بله امروز ما با این دست پختمون همه رو مریض میکنیم و یکی یکی میفرستیمشون رو به قبله چرا منی فرستدی اتاق زنونه میدونه زن چجوری دکم کردن چجوری نمیدونی چجوری نه اینجوری اشتباه کردن اینجوری یالا داش باقه چشت روشن چشمی تو هم کور باز سر و کله قمر وزیر پیدا شد از همون راهی که اومده ای برگرد بزن جا عوضی گفتم برو بیرون بکش راست تو مردی بیا جلو اگه مردی بیا میدون تو حالیت کنم ها بیا جلو ده بیا جلو پخ بزن آشا برام بزن اوورده بگو نزنن اه 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 بچه یا اینا اینجا چیکار میکنن من کفگیر به دستم یالا بارو بیرون هری بارو بیرون میرم کیه نصیر چه خبر شده داشم این خونه جای نامردان نیست داش من اومدم دیدنت عباد الله خان حالا که راضی نیستی برمیکردم میرم آه یاس خان بفرما خوش اومدی خان داداش نصیر در خونه خدا بیامرز بروی همه باز بود مگه تو پسر اون نیستی خان داداش چرا چشتو هم گذاشتی هرکی هست تو این خونه مهمونه مهمون حبیب خداست اما اون نامرده چه مردی؟ بفرما عیاز خان خوش اومدی صاحب کن
باید همین الان حساب و کتاب این چند سال زورخونه رو پس بدی. بازو برای بابونو همین تو تا من زندم کسی حق نداره تو این خونه از گل کمتر به مهمون بگه. این حرفو نزن آقا داداش، به خداوندی خدا کلمو میکوبم تو دیوار. آخه من میگم این بس کن دیگه. بفرمایی از خان. نه مردا، مرجان خانم یه چای براش بیار. نفهمیدم عیاض و دار و دستش چند نفر بودن؟ یک و دو و سه و چهار نفر. الان به اندازه چهار نفر آبی آبگوشت رو اضافه میکنم. این یک و دو و سه تا مالی لشای دور و برش، اینم مالی خودی ناکسش. چی کار داری میکنی؟ یه ملاقه به چگونه مالی تو؟ عباد الله، اومدم هم یه دیدنی ازت بکنم هم یه پیشنهادی بهت بدم. منم باید کار دارم، یه صحبتایی باید با هم بکنیم، منتها تو اینجا مهمون منی. پس کی؟ فردا منتظرم باش. دیدی خانم فضولیه سا، اما چرا تنهایی؟ پس سبیه کجان؟ منظورم دختره دونسا؟ رفته همو. همو؟ همو میشه وقته؟ دختره از وقت نداشته ماشه شونه کنن، همه ماش بزبزی شده. بده این که بچه پا ببین نمیذاره ها. من الان تموم میشه دیگه. سلام سلام فتنه خانوم، بفرما یا لباس سیزه خالیه. مرزومه بخشه فتنه خانوم رو بیار. سلام سر بردن. چرا همین یه ساعت پیش آورده گذاشتن سر بینه؟ فتنه خانوم این همون دختر است که گفتم سر پشت بوم با نصیر دیدمش. همون مردنیه؟ بله. چه افاده ای هم داره زنوسا. بله فتنه خانم، فرمایشی بود. همومت بعد جوری هرکی هرکی شده. پاری آدم ها میان اینجا که جاشون هموم محله پایین شهره. مثلا کی؟ نمیدونم منظورتون کیه. خودشون میفهمن. اونایی که جوانای مردم از را به در میکنن، کله پشت بوم با پسر آقا بزرگ دل میدن و قلوه میگیرن. شما با منی؟ نمیدونم والا، مسئله معروف که میگن چوبو که ورداری گربه دوزه در میره. زنوسا بهش بگو جلو دهنشو بگیری. زنوسا بگو غلط زیادی نکنه. زنوسا بهش بگو من با هر کسی دهن به دهن میشونه و زبونشون چهر گرد. ابرو توی با هفت پشت زنی که بد دهن میام لطو پارت میکنم و دختر بی حیا برو کشکه ده بزم لیگه نگی لنگرا به چی فکر میکنی داشباقه؟ بگی بخواه. فکر میکنم داداش دو مرجان بعد از ده پونزه سال دوری از هم امشب که به هم رسیدن چی ها به هم میگن. من از این چیزا سر در نمیارم، بیگی بخواه. اما من سر در میارم. الان مرجان به عبادالله میگه پاشو چراغا خاموش کن، عبادالله میگه تو پاشو خاموش کن. دیدی گفتم به چه یا آخه خدا، برم بالا پشت بون سر وقتی دختره تو حوضیه ببینم میتونم ازرا به درش کنم یا اون من ازرا به در میکنه. سلام الهی قربون موهای خرمایید برم، امشب دیگه به سرم زده است که بیام از بابات خواستگاری دو بکنم. منتاش اول باید من جنس رو خوب دید بزنم ببینم جنس با بیکاری من هست یا نیست. به جانم به این ساق و سوم. اینا چرا اینجوره؟ یکیش مو دارد یکیش بیمو، چرا این دو تا ساق تا به تاست؟ خب اینم خودش یه لطفی داره، یه پا مودا یه پا بیمو. عجب بزن اینم این پا بیسا هوا مثل پالو تیل میمونه. نگاه کن پشم و پیلیا رو میشه یه جاکت ببافی. کجا رفت؟ میرم دنبالش که ببینم کجا رفت. کجا داری میریزا باقه؟ یه وقت تو جهنم سر در میاری یا باقری؟ خیلی شون موقع اینجا خدا فتما. آره تو بمیری عوضی اومدی سب کن تو حساب تو برد اگه مرگی ما اینجا به چه یا من باید میسن آشتا دوست ناموس. من دوزی ناموس نیستم و دوزی عشقم. آره تو بمیری آشتا دوست ناموس. هرچی هم میگوی با خودت یا با هفت کرد درم آخو درم آخو یه راست میگوی بیا پایین تا آش و لاشت بکنم. عجب خیلی اسمو گذشت. حواست کجاست باقری؟ مرگی چه بیدار بود. برو عمر بینم به چه اینم قلتیده اسم دست جامعه کپیده نیفتت مرکز اون بالا رو سری ما. خب خدا یارا زلیل چی بچه؟ ببین چی تو سری زاینده رو دو گذاشتست تو دوشکی منو. من قانون از زورخونه رو در برابر نصور 50,000 تومان طلب خودم ضرب کردم. قانونی یا غیر قانونی با زورخونه رو با پس بدی. اون سند داره پسر،
ما اینجوری حرفمون به جایی نمیرسه. آقا من به زور از خلقمش بکشم بیرون. نامرد رو راست من کلک میزنه میگه قانونی. تو اصلا میفهمی قانون یعنی چی؟ بده حسابشو برسن خانده داش. کوکب اگه زورخونه رو به زبونی خوش پس نده ادا خودم به زور ازش میسونم. میگوی نه؟ حالا ببین بیا جلو ببینم ده بیا جلو قمر وزیری حرومزاده بیا جلو مجسمه ترسیدی؟ نه ترس بابا مزدم این داختم به چه یا؟ خب آیت خان زورخونه رو که ضبط کردی بس بازمونده بابامونه بده ما بریم پی کارمون. تو رو به خیر ما رو به سلامت. اشتباهت همینه. من زورخونه رو در مقابل نزول 50,000 تومان ضبط کردم. اصل 50,000 تومان که سر جاشه. ناکس خان داداش بذار من حسابشو برستم این نالوت رو. قربون اون اخمش برم. همیشه دلم می‌خواست همچین شوهری نصیبم بشه. زبون تو گاز میگه دختر تو اون هیچ وقت به هم نمیرسی. خدا رو چی دیدی کوکا؟ میکشمت نامرد روزگار. میخوای خانده هاشم فعلگی تو رو بخونه. این آرزو رو به کور ببرید. عیاض خان بزار حسابشو برسی. وقتی دو تا بزرگتر حرف میزنن تو حرف نزد پسر بی ادب. برو خانوش بخور. دست بده من. بی بالا خیت بی بالا. پاشو بیا بیرون پفکی مردنی. آه اون پفکی نیست زوری بازو من زیاده است. بازو رو ببین. عیاض خان این نصیره این مار زخمیه. میترسم من دیگه نتونم جلو دارش بشم. واسه من خط نشون نکش. اگه میخوای داغشو به درد دستانم ورشتا ببر. زبونه دا گاز بگی نه زبونی دوزا. تا دیگه خط خون بگیر مسخره. چی خره؟ ای نمک به هرون اهانت بریش سفیدی خونواده آقا بزرگ تو جون به جونت بکنن نزول خوری. بی چشم رو، بی حیا، نمک، دشناس، پار رو، عباد الله خان ورشدار بریم نسیل جون، اگه حرفی خانداده شده گوش نمی کنی، ریش سفیدی من این ریشو را قبول کن. صبر کن عیاض، قسم میخورم که بازوبند بابام و زورخونه و خیلی چیزای دیگر را یه جا ازت بگیرم، اینجوری رحمت به اون شیره. خانده داش بیا پشت به پشت هم بریم و نسل عیاض از رو زمین ورداری. نه خون و خون ریزی عاقبت خوشی نداره. گره یه من کارو وانه میکنه. پس وصیت بابامون چی؟ میخوای بگی نمیشه که ما برا میشه اما با ریختن خون چند تا گناهکار و بیگناه با در به در شدن زن و بچم آخه انصاف نیست. قلومی تا 14-15 سالگی باباشو ندیده بود نمیشناختش. مادرش از اون بدتر بگه امیدی زن من شده. 15 سال تمام تو شهر غربت غریبی و بی کسی کشیده. خودم هم تو زندون بوی نا گرفتم. حالا بهشون قول دادم که سر تو لاک کار خودم باشه. حالا دیگه حالیم شد دیگه نباز تو رو به حساب بیارم. تو دیگه مرغ خونه شدی جا تا شب نشده برو تو لونت. یه وقتی دی گربه کوره جس بیرون گلوت گرفت و خفت کرد. باشه خانده داشت خودم تنه میرم میرم و سنگام باشون وامی کنم. یا ها بچه این دا شوخی جدی شدی کجا دارد میره؟ بیراهه برو مواظبتش کن نکنه کار دست خودش. تو چشم مزده آقا نستی؟ نه ده عرقی خوشک و حالی که نمیشد خو؟ چرا میشه؟ با طرف بستی مسته. این بوزی مام که اینجا کوف رفته چار چنگولی شده. بابا آقا نصیر دلش گرفته بود من آوردمش پیش تو که یه حالی بکنیم. تو هم که کوف رفته این چسته چرت میزنی. بلند شو بابا بلند شو یه تکونی بخور یه شلنگ و تختهی بنداز شوری به پاکون. آخه من پاکیدم. میخوام یه قصه ای بگم از این دور و زمونه. دلم میخواد نصیحتم توی گوشت بمونه. هرگز به خاطر کسی به قدرتون ندونه. بابا دیشان لزن که هیچ براد نمونه. تو زندگی همیشه هر که به فکر خیشه نصیحتم را گوه.
گوش کن پیش مزن بریشه تو این دو روزه عمر اون که زرنگت بیشه بشکن و بالا بینداز که غیر زین نمیشه قسم می‌داری نصیحتم رو گوش کن پیش مزن بریشه تو این دو روزه ای عمر اونی که زرنگت بیشه بشکن و بالا بنداز که غیر از این نمیشه کی با آقا نصیر کار داشت؟ من تو؟ من چی کار داری؟ فتنه گفت بهتون بگم اون چیزی رو که شما میخواییم که؟ همین الان عیاز خانه میشم خونه نیست رفته بیرونش بیا افتاله بریم کجا؟ گفته تنها بیا هیچ که همراز نباشه خدافز بچه یا منم هستم اون داری میاد مگه نشنفتی چی گفتم؟ خیلی خوب بابا ببری به خیالش خیابونو خریده من همینجا منتظره چرت میزنم وایساده تا برگردی با من چیکار داشتی؟ اینجا نمیتونم با حرف بزنم باید بریم تو اتاق نکنه واسم کلک سوار کرده باشی یه دختر دستنها چه کاری ازش ساخته خیلی خوب کاکب با تو کاری ندارم اگه باید کار داشتم صدات میکنم خیلی خوب پشم آش و لاشم اونجا کاکب گفتش که بازوبنده بابام پیش توه راستش پیش من نیست اما من میدونم کجاست خب من یه فکرایی کردم که دشمنی ها و کینه ها رو از میون میبره میون خانواده ما و خانواده شما صلح و صفا میشه حوصله شنفتن این پرت و پله ها رو ندارم حرف بازوبند بزن آره اما گفتم که اون پیش من نیست اگه پیش تو نیست پس چرا منو کشونده اینجا دوست دارم نصیر از همون روز اولی که سر گذر دیدمت مهرت به دلم نشست دوست دارم باشه تو لعنت خانده داشتو بفرست خواستگاری من خدا اون روزو نیاره من
من دختر یکیه دونم، خودم بابامو راضی میکنم. میخوام 70 سال سیار راضی نشه. اگه قبول کنی اول از همه بازو بندو میگیری، بعدم زول خونه رو، بعدشم من گم شو. نمیذارم بری. برم کن لعنتی. چی میبینم؟ نه اون خودشه. من خوابیده بودم که اون اومد. دروغ میگه. خفش را نامرد. اون نبودن من میه سراغ دخترم. نه پدر، اون تقصیری نداشت، من فرستادم دو خالش. خواستمش باشی. من خواهش میکنم، بیا دنبالا. من فرستادم دو خالش. دهش به خدا پدر، من فرستادم دنبالش. کام شو برو تو. اون گناهی نداره. اون پدر در رو باکن، خواهش میکنم نظر از یادش کنم. بگم 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 در خواه بسته شدی که تنواره بیاری باست بریم تو شهر بگردنمش تا همه بفهمه آدم زناکار چه سر نوشتی داره. وجب عرق سگی به خوردم دادم ده پشم کشتم. در رو باکنین، خواهش میکنم. آهای مردم، بیای پسر آقا بزرگ رو تماشا کنید. پسر آقا بزرگ زنا کرده. تا حالا توی همچی تنهی گیر نکرده بودی ها؟ بیارش بیارش. آی مردم نگاه کنید، پسر آقا بزرگ رو نگاه کنید، زنا کرده، بیارش. ای آقا نصیره، ای داد بیدان، بایسا اینم ناکه، با چی طرفی، ناکه تی بیامسته، فهمیدی با چی طرفی، به سری آقا بزرگ، دهنه بشد، دست دوست ناحب، حالا میفهمیش با چی طرفی، ای عیاد خان، حالا میفهمی که بیاد خانم نیستی، حالا یه لنگ سرکک ازت بگیرم، آش و لاشت بکنم، دیدی با چی طرفی، با چی دوست ناحب، مثل تارن کبود بچه مردم رو بخشن. یه بارا رو بکنم میخورم اتا تو میبینی نوکره دم میگوی نمیخوای یه دور دارت بگردم ستاب کن نگردی بیار دلی ایاسا فراکن نسیر فراکن چاله کف بسته بیارم ای بیارزا خوش بر سرتون. آهای مردم، امروز نوبت دختر من بود، فردا نوبت دختر شماست. باز دست جمعی از سوشو برسیم. پسر آقا بزرگ که زناکار باشه بای به حال دیگرون. اون چاقو رو بنداسمی گفتم اون چاقو رو بنداسمی. آقا داداشی از سر ران برو کنار، یا یه چیزی بردار از خودت دفاع بکن. تو که میدونی من قسم خوردم که دیگه دست به چاقو نبرم. بنداز. اگه این مردم غیرتشو قبول میکنه که از زناکار نصف شب بیا سر وقت دخترشون، دیگه فاتح این شهر رو باز خون. نه گفتم نرو. من میخوام ایاز و دشمنامو بکشم آقا داداش. این کارو بکنی دارت میزنم نصیر. مردن از اینجور زندگی بهتره آقا داداش. تو میخوای من بگیرم بیشیم و وقت زورخونه و بازوبند پهلونی بابامونو با تقلب از چنگمون در بیارن. آره بهت رحم نمی کنه برادر. تو قصه مردن منو نخور، من یکی کم تا همه شماها بی دغمسه زندگی کنین. نه خدا اون روزو نیاره نصیر، ما تو رو دوست داریم، به خاطر ما دست از این کار بردار، به خاطر من برادر، به خاطر مرجان قلومی. ما تازه دوره هم جمع شدیم، مگه ما رو دوست نداریم؟ چرا؟ چرا آقا داداش؟ من جونم با شما. ایاز خان خودت رو داره دسته رگی چی باشی؟ بیا برادر از پشت بوم رو، یه چند روزی از شهر دور شد تا آب از آسیاب بیافته. بعد الله خان جان دار، جان دار. اشکالی نداره، من باشون حرف میزنم. خب برو دیگه ما. آقا داداش خدا نگهدار. باقی خدا حافظ. همراهش برو. نصیر دست تو میسپارم باقی. چه مثل مایه دست دادم روز میخورم. چه شده نصیر؟ آبجی نقلش زیاده است. آرزو حرفای مردم رو باور نکن. آی نرم. آقا نصیر گیر میافتیم و بجو.
خدا پشت و پلم. به خدا میسپرم. آقایون، حالا ده نفر از شما میان این طرف دیرهان وای میسین، ده نفر از اونم اون طرف دیرهان بیان جلو، بینم 20 نفر از اون گردن کلوفتاش بیان جلو، ده نفر اون طرف وایسین، ده نفر هم این طرف. دیرهان رو بلندش کنین، بذاری رو شونه من، بلندش کنین، بینم حاضر باشین، بلند کنین، خیلی خوب، بذارینش رو شونه من، خیلی خوب، حالا فشار بیاری به طرف پایین، محکم برش گردونین فشار بیارین، نترسین، فشار بکشین کنار شوفرش هم بد نیست. حالا یه راننده با دل و جرأت میخوام که بره بشینه باشه کامان. من میشینم. برو بالا مینا. باشه سر. برو بشین مینا. آقا نستی حواست جمع باشه. خیلی سرعت نکاری. یه وقت پیلیه رو لحظه پارش نکنی ها. خدا خودش با ماست رفیق. الهی با امیدی تو. یالا جوون، راه بیو یواش یواش نرم نرمک بیا جلو. خدا به امید تو حواست جمع باشه. الله خیر اون حافظ و هو ارحم الراحمین. خدا الهی با امید تو بار پروردگار خود رحم کن. همایان بیا الهام برسه. بیا اینم بخچه پله دست درد نکنه پدر. پدر؟ این پیره رو باش که من که پدر. بیا جوون دست درد نکنه. نه پله بو، من پول نمیخوام. و چی میخوای جوون؟ بزن من میخوام دم دست شما باشم و قلومی تو بکنم. منظور تو نفهمیدم جوون. بله؟ منظور تو نمیفهمم، واضح تر حرف تو بگو. میخوام شما منو زیر بال خودتون بگیرین و فوت و فن کارو بهم یاد بدین. خب که چی تو بشه؟ میخوام چنون پهلوانی بشم که تمام نامردای روزگار ازم حساب ببرن. بچه یا پهلوان خیلی به من ظلم شده، خیلی تو سری خوردم. از سادگی و صفای باطنت خوشم میاد جوون. منم از تو خوشم میاد پهلوان. پهلوان من میتونم از شما بشم؟ من که چشم آب نمیخوره. تو چی تو؟ این چیزی میشه؟ یا جلو بینم چند مرده علاجی. بچه نشی یا یا منو بزن، یالا بزن، محکم بزن، یالا محکمتر بزن، محکمتر، یالا بزن. باید یادت بدم محکمتر یعنی چی. دستم به دومنت پله بون، به چه مردم رو ناقص میکنی ها؟ من میمیرم یه کاری نکنیم، ما به جنازه کشی بیافتیم حالشو نداریم. تو برو کنار، حالا یه کفکرگی بهت میزنم که بفهمی محکمتر یعنی چی. ببینی قولی بیشه خودم به چه مردم و به چه روزی انداخته ایسا. آخه اینو سپردن دستی من، اگه مردی بیا جلو با من طرف شو. ده بیا جلو از ما بیترون، ده بیا جلو دیوی سفید تا شکمه دو سفره کنم، ده بیا جلو. آها نفس کش، الان نفس کش رو نشونت دیدم. ده بیا جلو تا شقت کنم، ده بیا جلو تا قرمت کنم، ده بیا جلو نالوتی. اما نه، با چاقون آمردیه، بگرد تا بگردی. اقاقا شوخی رو کنم تو میدیدی. چطوری نصیر، بازم دلت میخواد بهره بون بشی؟ آره میخوام.
تو چه تو پسر؟ من به گوری پدری خودت و هفت جد و آبادت میخندم بی بی سفید. بی بی چکاتونه منو به چه روز انداخته یا؟ ماشالله یزدان پاک کارت بخوری به چه؟ ریخ تو خندق یه باره یه قابلنه را بخو بسته دیگه آقا نصیر بیا نهارتو بخور کدوم نهار؟ تو که همشو بلعیدی آخر عمری هم با دیو هم سفره شده آقا نصیر فقط منو نخورده بپکی پهله بون اینه دیگه بذار برای آقا نصیر چده؟ حالا به خاطر من قبول کن داش باقر ولم کن بابا یکی دیگه میخواد پهلوونی یاد بگیرت من جونمو به خطر بندازم یالا معطل کن این دفعه که به من فرمون بده همچی میزنم که اجاد نتونی بلند شی اصلا نمیترسه خیلی خوب این دفعه هم به خاطری آقا نسید چش بگی بشینم بشین اینجا دستو بکن زیر زانوت همین دستو بکن زیر زانوت میخوای با من اونو نه اونو در بیار اینو بکن بشی همینجا بیا نه فنجت بذار تو پنجه من آه مرحبا پنجت کجاست اینو بکن زیر زانوت از این طرف بده من اونو در بیار اینو بابا بیا این طرف آها این پنجه رو بذار تو پنجه من بفرمایید آها مرحبا بذار پنجه تو پنجه یا زان پنجه اما زهری حلاهه دارم گیج رفت چطوری آبا بر تو در چه حالی آخ 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 چه تا بابا نمامت کمام چی تا اون یک زنزیر آهنی رو پاره کرد خدا خود به تک بده اینو میگم پهلوون آقا نصیر خودمون دست بزنی تشویقش کنی مردم ماشاءالله و اکنون پاره کردن و جر و واجر دادن یک سینی مسی این پهلوون با یک حرکتی قولاسا سینی بیدبون مسی رو از وسط گر میده بر حسود لعنت بر چشم بد لعنت الهی که بشم به قربون عمد به اون شیری که خوردی میبشه لعنت تشویق کنی بابا بیرا بکشید ماشالله بگید ماشالله ماشالله همه گی بگید ماشالله بیرم نگاه کنیم که مثل پارچه که کفره شده حلبی هم نیست و مسته باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تنانی به کفا چی تو شد؟ حیوان اولاق جون چرا مورد جلو جماعت چنف بگی کردی یه جلو تا تنانی به کفاری یا به قفلت نخوری هر چنان از عمل خیش خورد منت از حاکم سایی نبرد یه جلو خودتا سنگی نکنی پهلوان چنف میشه دا ها ماشالله پهلوان از پهلوان ما یک علاقه با دندور میکشت بالا تماشا کنین خیلی جالبه یک دو سه خیلی رفت و هوا دست بزنی ها ماشالله به 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 برای کلا پهلوون برای پهلوون دست بزنی برای علاقه هم دست بزنی دیگه این قسمتشو برادون نمیگم تا خودتون تماشا کنین بیا جلو بابا بیا جلو جا داری بیا بیا ها ماشالله بیا بابا بیا معتل نشو بیا جلو هستی چی میترسی اینش تو پهلوان نامدار بین یک دیپ و یک کمانکار بیا بابا بیا بابا نترس برای سه چار کیلو خاربار افتادن به کارزار پهلوان آقا نصیر از خوشت میاد چیزی میشم آره از حالا به بعد نصیر صداد نمی کنم پهلوان صداد میکنم پهلوان به 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 ماشینی مشتی پهلوان نه بوق دارد نه سرسیفون نه شم دارد و نه شمدون ماتم که چی تو میخورد تکون میگم آقا نصیر چده نکنید خیالاتی شده ها میدونی اسم این مرغ چیه؟ نه مرغ عشق تا جفتش نباشه نمیخونه این که؟ جفتش هم میخرم تا واسم نگهداری کنی فقط خیلی باید مواظبشون باشی ها چطور مگی؟ اگه یکیشون بمیره اون یکی هم زنده نمیمونه راست میگی؟ اگه آدم هم اینطور باشن دنیا بهشت میشه کجایی نصیر؟ تنت اینجاست اما فکر جای دیگه هست آره پهلوان به یاد شهرم افتادم
خونوادم، آرزوم، دشمنام. درسته که من خیلی چیزا یادت دادم پهلوان، اما بذار بالاترین درس زندگی تو بهت یاد بدم. مولا علی فرموده در عفو لذتی است که در انتقام نیست. اینو واسه این میگم که دیدم هر روز اولی که پیش من اومدی فکر و ذکرت گرفتن تقاسه. اینا همه درست، اما اگه مدلمون برای کس و کارمون و فک و فامیلمون تنگ شده باشه چیا باید ببینیم؟ داش واقعه تو خیلی ساله که پاسوز من شدی، چند وقت دیگم دندون رو جیگر بذار. آخه جیگرم جا سالم بهش نیست، جا دندونگیر نداره، شده عینه جیگری زلیخا. آی بابا کی زلیخا؟ حال اون این نمایش چندین ساله که فکر منو مشغول کرده، اما هرچی حسابشو کردم دیدم هم من دیگه گذشته، به درد جوانی مثل تو میخوره. قولومتم پهله بود، اگه موفق بشی دیگه میتونم به وجودت افتخار بکنم. حاضری؟ تو امید خدا. دستتو بیار جلو، خیلی واسه مواظب باشی پهله بود، زور زیادی میبره با اینک پهلوان نصیر. دو تا ماشین به این گندگی ها میکند اسیر. ساکت باشین که پهلوان حواسش جمع باشه. دا یا حضرت رضا، ما کوچکترین بنده درگاهت هستیم. خیلی گرفته ای پهلوان. به وصیت بابامون فکر میکردم، از ما خواسته بود که بازوبند پهلوانیشو پیشکش حضرت بکنیم. اما خدا کریم پهلوان، را بیفتیم دیگه. بیا داش باقر هنو تو صحنه، زیارتش تموم نشده. سلام نصیر خان. سلام علیکم. منو نمیشناسی؟ سهر کراستو، شمایی؟ شما کجا؟ اینجا کجا؟ اومدم زیارت امام رضا. قبول باشه ایشالله. داشم اینا چطورم؟ واسه تو خیلی دل واپسه. چرا براشون کاغذ نمیدی و از سلامتت با خبرشون نمی کنی؟ حیالشم که بیچاره مریض و زمینگیره. گفتی مرجان مریضه؟ آره، الان 7-8 ماه که هرچی حکیم دوا کردن افاقه نبخشیده. پهلوان رخصت بده که ما برگردیم ولایتمون. به دلت بد نیار پسرم، اونی که درد و داده دواشم میده. بله بون، مرجان جای مادر منه، خیلی زحمت منو کشیده. وظیفه منه که تو این حال مریضی بالا سرش باشم. تو که تحمل کردی، یکی دو روز دیگه هم دندون رو جیگر بذار تا این نمایش جدید تموم بشه. خیلی گل میکنی، اون وقت آوازه شهرتت همه جا میرسه و تن دشمناتو میلرزونه. حاضری پهلوان؟ امید خدا. خیلی خوب، حاضر باش. بیا فشار بیاری، هیچ ناراحت نباش. آره، حالا فشار بیاری، فشار بیاری. پهلوان هیچ ناراحت نباش، اما انشالله مقاومت کن. فشار بیاری نایون، فشار بیاری به طرف پایین. خیلی خوب، برا برش گردونی، برش گردونیم، فشار به جلو، فشار به جلو. پهلوان مقاومت کن. ماشاءالله پهلوان، فشار بیاری، فشار بیاری، تا میتونی فشار بیاری. نگرش دار، نگرش دار، ماشاءالله نگرش دار. بیاری سر تیرانو به هم. ماشاءالله به این بار
هستی آقا؟ آذری؟ آذر باش. هستی؟ بیا جلو. آقا راننده بیا جلو. یواش یواش بیا جلو مینا. حواست جمع باشه. آروم بیا جلو. بیا جلو بیا جلو. من اینو باید تیو سالم دارمش خورم آبادا. حواست جمع باشه. یواش یواش بیا جلو ها الهی با امید تو بار پروردگارا. یا تصمیرات شا. برو 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 برو. بیدار. تو بیداری زن داداش خودمم نصیر. سلام 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 مرجان خانم حالتون بهتر شده سا معلوم میشه دست قدمی ما حالا دو خوب شد امو جون بولومی الهی قربونت برم امو جون نوکرتم بابا جون بابا جون امو جون اومده بابا بوده امو جون اومده بچیم برادر سلام عباد الله چه خبر چرا اینقدر دی؟ چطور این همه وقت یادی اما نکردی؟ خجالت زده ایم خانده داشت زنده داشت چطوره رسید؟ زنده داشت؟ الحمدلله دو روز جانش خیلی خدا را شکر اینم پهلوان نظیر ماشاءالله ماشاءالله فدات بشم خواهده داشت بابا مام اینجام یه چیزی هم به ما بگون خب معلومه سیگه هر جا دیگه آشست کچلک فر را ای پده سوخته شیطون انگار قدم ما سباک بود هنون نرسیده صدای ساز و دور را افتاده چه خبره؟ خبریه؟ آرزو آرزو چند ماه آزگار من شهر به شهر دنبالت گشت آرزو چشم براهت بود اما خانده داشت این چند وقته همه فکر زکرش آرزو من میرم دنبالش انشاءالله مبارک باشه پای هم دیگه پیر شن سلامت باشه مبارک اون الان دیگه زن منه به پای هم پیر شی یه بریم برزن بفرمایین دهنت رو شیرین کنیم مبارک تو ماشه عیاس خان عیاس خان چیه چه خبره عیاس خان اون برگشته اون کیه پهلوان نصیر پهلوان نصیر برگشته آره واسه شیخ خودم دیدم برو چون ببینم مرشد زورخونه جای مرده نامرده رو که وارد نمی کنن شما همین چه بایستی خوش اومدی پهله بود تا چشمت کو نزدیک دو ساله که همدیگر رو نایدیم درسته گوش کن پهله بود و صرف هر دومونه که دشمنی رو فراموش کنیم و زنگ کینه رو از صفحه دلمون پاک کنیم ای بو قلمون صفته که گفتی دشمنی رو از یاد ببریم ها؟ آره پهلوان بیا دست هم دیگه رو فشار بدیم مرد و مردونه
باش. به چی کار میکنه پهله بون؟ ملتفته. نوبتی ماست که دورمون بگردی. باشه پرفو، اما گفتم بود تا حرف تو چی باشه. من اینجا واسه یه کار دیگه اومدم، واسه گرفتن تقاض. قضیه دخترت یادته؟ فکر نمی کنم تو اومدی رو که به هم زدی یادت رفته باشه. من بدون اینکه گناهی مرتکب بشم نزدیک دو سال از شهر و دیار خودم فراری و آواره شدم. حالا اومدم گناهو مرتکب بشم. دخترتو چهار چشمی به پا، میخوام بدوزمش. من دست تنها نیستم نصیر، بهتر خودمونو تو درد سر نندازیم، اینجوری به صلاحته. دپ و روحه ناچس هنوز نجز میخونه دا. ده بیا جلو الان 15 سالی روزگارست، پیه همچی موقع میگشتم که حسام آمو با تصفیه کنم. گفتم مواظب دخترت باش، بیبریم اشواقه. جونت درد الهی، بیدم که از این شهر بره. تو سر پیازی یا تای پیاز؟ همون که گفتم، اگه رفت که رفت، اگه نرفت با خفت خاری بیرونش میکنم. حرف دهنتو مزه کن مرد. من دارو ندارم یه دونه دختره، نصیر اومده واسه بیابرو کردن اون، میخواد دامن دخترمو لکه دار کنه. افترا نزن، بیناموسی تو خون ما نیست. این حرف خودشه، تو روم گفت، من از چشاش خوندم که عزمش چه عزمه. گفتم نمیکنه این کارو، ما با شرفمون زندگی کردیم. ایاز ببین عبادالله، این دفعه اون دفعه ها نیست. اگه میخوای خون ریزی را نیافته، بعد از اون که میام خبر رفتنشو باز به هم بدی. خدا به دادت برسه، با دم شیر داری بازی میکنی ایاز. خوب حواستونو جمع کنی، اگه از این شهر رفت که چه بهتر، اگه نرفت دیگه باز بشم اون نمی. خیالت راحت باشه ایاز خان. صبر کنی اونجا را. اون کیه؟ زن هیدره، داره میره خونه نصیر. آرزو اینه؟ داره میره خونه نصیر. داره بیای. خیلی خوب شد، ما دیگه کاری به کار نصیر نداریم، کس دیگه هست که خونشه برسه. بیای. ماشالله هزار ماشالله، حالتون خیلی خوب شد اسمه مرجان خانم. آره قدم نصیر سبک بود. سلام مرجان خانم. خدا مرگم بده، برای چی اومدی اینجا؟ اومدم نصیر رو ببینم. من همینقدر میدونم که تو شوهر کردی و نباید اینجا بیای. سلام. سلام علیکم. سلام. تو اینجا چیکار میکنی؟ امونتی تو آوردم، این همه وقت مثل چشای خودم هر دوشون مواظبت کردم. اما دیشب بعد از کنونم یکیشون مرد. یکیشون هم میمیره، چون بی جفتش نمیتونه زندگی کنه، برای همین اسم میگن مرغی عشق. ما رو تنها بذاریم. مرجان خانم یه پیاله چای بده مینی؟ آخه الان نداری دمش کن. خیلی منتظرت شدم نصیر، بازم میتونستم منتظر بمونم، اما مادرم و فامیلم مجبورم کردن. دیگه هیچ کاری از دستم بر نمی آمد،
عیاض خانم چون انداخته بود که تو مردی. تو عین خواهر منی. خدا رو شکر که هیچ وقت چیزی بین ماها نبوده که حالا روم نشه بهت بگم خواهر. حالا به نصیحت من گوش کن. شوهر کردی مبارکت باشه. با چادر سفید رفتی تو خونش، بعد 120 سال با کفن سفید بیرون خواهر. تا پای جون بهش وفادار بمون. محرم رازش باش. زن و شوهر وصله تن هم هستن. کاری نکن که خدایی نکرده واسه شوهرت وصله ناجوری باشی. تو برو بیرون از اتاق. بیفت جلو. گفتم بیفت جلو. تو بیفت جلو. نه بلش کن. بلش کن. درو برکنی. درو برکن. Go!
آدارتون میشکنم نارو چیم. درو با کنید، درو با کنید. باشه حالا نوبت تو هست، باشه میدارم، باشه با من بیا، را بیا، یالا بیا میدارم. کجا میبریش نامرد؟ را بیا، بیا، باشا بیا، باشا بیا، دلم بسته دیگه، زود باش. کجا میبریش نامرد؟ پدرت بیفشنگ شد، حالا نوبت آنه. چلو نیا، چلو نیا، بی خوشمت نیا. پدر مقدس باش. نسیز نسیز، چی کار داری میکنی؟ باشه را بیا، باشه بیا، ایوز ایوز چی هستی؟ منم عباد الله، الان میرسونم دکتر. نه نه، برای من دیگه مون، من میرسونم دکتر. اگه میخوای، اگه میخوای کمکم کنی دخترم نجات بده. خیالت راحت باشه، به حیثیت اون رحم کن. نصیر میخواد دامنشو لکه دار کن. این ناجوان مردیه، دخترتون چه گناهی نداره؟ آره گناهکار منم، اما تو گذشت کن، دخترم رو نجاتش بده، عروسش کن. قول میدی که ازش مواظبت کنی؟ به روح پدرم قسم میخورم که مثل اولاد خودم ازش نگهداری کنم. تو خیلی مردی. ایوز داداش چیکار داری میکنی؟ بفرست پایین دختره رو،
دست راستی به ناموس مردم ناجوان مردیه. چی میگی برادر؟ من یه عام ناجوان مردی خلقو تعامل کردم، حالا دیگه نوبت منه. به من رحم کنین، اون میخواد حیثیت منو لکه‌دار کنه. برو کنار از سر راه. من با شرفم زندگی کردم نصیر، نمیذارم آبروی فامیلمون از بین بره. هیچ وقت فکر یه همچی روزی رو نکرده بودم آقا داداش. من قول دادم که دختر سالم بمونه. منم قسم خوردم که فتنه رو با خودم ببرم. دختره رو ول کن، وگرنه جا به جا میکشمت. تو برادر منی، هیچ وقت این کار رو نمیکنی. آره، اما بالاخره یه مردم. من از برادرم میگذرم اما از قولم نمیگذرم. برادر، منم جونم رو از دست میدم اما فتنه رو باید با خودم ببرم. برو کنار. نرو برادر، نرو، نرو. هستی می‌سوزه. هیچ فکر نمی‌کردم تیرت خطا بره. اما حالا می‌تونی قلب منو نشونه بگیری. یا منو بکش یا دختره رو با خودم می‌برم. چرا معطلی بزدل ترسو؟ درسته که تو پاروونی و من پیر مردم، اما هنوزم قدرت زورآزمایی با تو رو دارم. بیا جلو. اینطور که پیداست از مبارزه مردم مردونه. آره، اما نه تو جوان مردی سرت میشه و نه غیرت و نه تعصب. تا امروز احترامتو داشتم، از حالا به بعد کسی رو که به روی برادرش تفنگ بکشه برادر صداش نمی کنم. اونم برادری که به خاطر عیاض از پشت آدمو با گلوله بزنه. دیگه عیاضی وجود نداره، اون مرد. چی؟ عیاض مرد؟ آره، اون دختر نمیدونه چی به سرش اومده. پدرش مرد، دخترش هم دم مرگ دست من سپرد. بهش قول دادم که فتنه سالم میمونه. قربونون شاخ و پشمت برم پهلوونی گردار. آقا نصیر، آقا نصیر، بیا ببین کی اومده. پهلوون شیرزاده. پهلوون، این دختر تو رو دوست داره و عاشق توه، منتها نمیخواد دومنش لکه دار بشه. این دور از جوان مردی و انسونیتی که یه دختر بیپناه و تیر بختش کنی. فکر کن. خدایا منو ببخش، چه گناه بزرگی میخواستم مرتکب بشم. انگار یه خبر شده. من دیگه تو این شهر کاری ندارم آقا داداش. بازوبند پدرمونو همون جور که خواست ببر پیشکش حضرت کن. چه خونی ازت رفته. چیزی نیست، فقط یه خراشه. خداحافظ. خدا پشت و پناهت. سلام، چه به موقع اومدی سراغ ما. خیلی دست تنها بودم پهلوون. قلومتم پهلوون. دسته چی شده؟ هیچی، داشتم اینجا یه صحنه پهلوانی تمرین میکردم. تو گفتی ما هم باور کردیم. خب دیگه به چه یا طوری که نشده دخترم. من اما نمیدونم چی به سر پدرم اومد. خدا حافظ خانده داشت. سب کن نصیر. چیه آقا داداش؟ یه نفر اینجاست که باید همراه ببریش. پاشو ببینم چیه؟ نداشتیم. پاشو بردم بارش. پاشو دیگه. یلا پهلوون، انگار داری خونه خراب میشی. تو نمیری یه نون خود دارت زیاد میشی. گفتم برو دنبالش. اما پدرم چی؟ واسه اون دل و پس نباش، حالش خوبه. بیا یلا برو. الله اکبر. قسمتو میبینی؟ خوبه بعد از وسطی بر را بیابون مردم میان میبینن. یه برو سوار شو. پسره حیا رو خورده است، آبر رو قی کرده. رابیو شیری، رابیو، یالا تا جامون تای نشده. یالا رابیو. چی چیه؟ آقا جلو بی پایین ببینم.
چه خبره؟ سر به سرت میذاشتم تو بمیری، طرف مثل خواری منست. بفرمایید در بست در اختیار شماست. اما یه فکر کن به حال ما بکنید. آمو آه خدا، سب کن بوغم رو بیارم. آی آه خدا، صدا منو میشنوش. هر کیه به یه نوایی رسون یه لما، پس که نوبتی ما میشه. گذاشتن در رفتن، صاحب کن بینم کجا رفتی بابا. صاحب کن ما اینجا موندیم. آقا نسیر بچه نشو، منو نگذاری آقا، بابا منو